روز گذشته 11 جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایرانی در سال 1367 در سوئد برگزار شد. اما یک روز قبلتر در 10 جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، یک شاهد عینی که در سال 67 در زندان حضور داشته شهادت داد که ابراهیم رئیسی را در اتاق هیئت مرگ دیده است. این شاهد عینی نصرالله مرندیس که در دهه 60 به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی و به 15 سال زندان محکوم شده بود. آقای مرندی برای گفتگو همراه ما هستند. آقای مرندی، نحوه رسیدگی به اتهامات وارده به شما چگونه بود و آقای نوری چه نقشی رو در این میان ایفا می‌کرد؟ حمید نوری یا حمید عباسی بخشی از اون سیستم سرکوب قوه قضاییه رژیم است، به طور خاص در سال 60. من در سال 60 به من حمله میکنن، به خونمون برای دستگیری من نمیخوام با اونا برم، اونا منو به رگبار میبندن، من از پا مجروح میشم، بیهوش میشم. 48 ساعت بعد منو به شعبه اوین میبینم، زمانی که به هوش میام 4 ماه مستمر شدیدترین شکنجه ها رو بر من با اون شرایطی که داشتم انجام میشه. حمید نوری در اون مقطع من ندیده بودمش، ولی به عنوان یک پاسدار و یک کمک بازجو در شعبات بود. من مشخصا حمید نوری رو اولین بار در سال 66، در بهار 66 در گوهردشت میبینم و در اون موقع هست که حمید نوری و ناصریان به عنوان دادیار، یعنی افرادی که مسئولیت حقوقی یا به عنوان به نوعی معاون دادستان در زندان حساب میشدن، تصمیم گیرنده برای هر جنایت و هر شکنجه‌ای برای زندانیان از جمله من داشتم. آقای مرندی، خب از دادگاه برامون بگین. شما دومین شاهدی بودی که در جایگاه قرار گرفتید. در این جلسه دادگاه چه گذشت و در مورد صحبت‌هایی که شما کردید به عنوان شاهد برامون توضیح بدید؟ من زمانی که دادگاه دادستان شروع کرد، سوالات رو از من کرد. من قبلا مفصل در چندین جلسه در باز شعبه پلیس اطلاعات خودم نسبت به حمید عباسی یا حمید نوری داده بودم. دادستان یک بار دیگه پرونده رو همه رو مرور کرد در یک فضای کاملا آزادانه که حمید نوری به عنوان متهم در اونجا نشسته بود و تمام تک تک مواردی که من خودم شاهد بودم و سعیم کردم حتی شنیده‌هامو اصلا به کار نیارم، به طور انقدر حجمش بالا بود که در واقع به طور فشرده مجبور شدم رد بشم. حمید نوری جنایت‌های بسیاری در گوهردشت کرد. حمید نوری زمانی که علی طاهرجویان، یک هوادار سازمان مجاهدین، تحت شکنجه قرار میده در بهار خرداد 66، برای اینکه روابط سازمانی و هواداران مجاهدین رو در اون بند که بیش از 180 نفر بودن بیاره و اون وش تحت فشار قرار میدن، حمید علی طاهرجویان برای اینکه از دست شکنجه های حمید عباسی خلاص بشه خودش با آتش میکشه و حمید عباسی باید اجازه خروج از زندان رو برای مداواش میداد و نداد، یک هفته بعد هم علی طاهرجویان کشته میشه. و از این نمونه ها من چندین نمونه در دادگاه گفتم و شدیداً استنباط خودم اینه که هم برای دادستان ها و هم برای قضات مواردی جدیدی بود که به پرونده حمید نوری اضافه میشه. یکی از مواردی که آقای مرندی شما بهش اشاره کردین در مورد ابراهیم رئیسی هست و اینکه شما ایشون رو در اتاق هیئت مرگ دیدید، در این رابطه هم برامون کوتاه توضیح میدید؟ نکته جالبی گفتین. من 3 بار به راهروی کلیدور مرگ برده شدم. یک بار 15 مرداد 67، یک بار 22 مرداد 67 و یک بار هم 25 مرداد 67. زمانی که منو ناصریان صدا میکنه به کلیدور به هیئت مرگ میبره، در اون مقطع 5 نفر رو میبینم. رئیس نیری به عنوان حاکم شهر بود، سمت راستش اشراقی نشسته بود، دادستان بود و در کنارش پور محمدی بود، نماینده وزارت اطلاعات بود. البته اون موقع من پور محمدی رو نمیشناختم، بعدن شناختم، ولی سمت چپش رئیسی نشسته بود. بله، رئیسی، رئیس جمهور فعلی رژیم، کسی بوده که یکی از نقش‌های تعیین کننده و تصمیم گیرنده ها بر اعدام داشته و به طور مشخص فعال بوده که بتونه هر چی بیشتر اعدام کنه. رئیسی رئیس جمهور قتل عامه، رئیس جمهوریه که در نقشی که در اون کشتار که من معتقدم بیش از 30,000 نفر، چرا میگم 30,000 نفر؟ چون که حجم هواداران مجاهدین تا اونجا که ما اطلاع داریم بیش از 90% از این اعدام شدگان هستند. بله. و بقیه نیروهای آزادی خواه که اعدام شدن، رئیسی نقش داشته بر تک تک این اعدام. بسیار سپاسگزارم نصرالله مرندی از اینکه با ما همراه بودید.
با تشکر از این فرصتی که دادین تونستم بخشی از مشاهداتمو خدمتتون عرض کنم.